با شما و میلیون لحظات خوشی داشته باشید با همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. امشب پیش از شروع برنامه 1,000,000 افغانی به جای نامعلوم انتقال داده می شود. این پول در زمان مشخص توسط نیروهای امنیتی به محل ثبت برنامه خواهد رسید. اشتراک کنندگان برنامه پس از پشت سر گذاشتن مراحل امنیتی و تحویل دادن وسایلی که در برنامه اجازه نیست، جواز حضور در تالار را به دست خواهند آورد. شماست تا او را به جوزه کجا رفتید و امیدوار هستم که امشب شب خوبی را داشته باشید با اشتراک کننده هایی که می آیند روی صحنه و دوست دارند که میلیونر شوند. ما هم دوست داریم میلیونر شوند و شما هم برایشان دعا کنید تا میلیونر شوند. این یک موضوع دوم که خیلی مهم هست. یک تشکری خیلی خاص و ویژه از حامیان مالی برنامه شما و میلیون، نوشابه کوکاکولا، شرکت حبیب گلزار و همچنین عزیزی بانک، بانکی برای همه. و حالا دو اشتراک کننده امشب میمان برای 1,000,000 افغانی. زکیه بایزی و آرزو هاشمی دو دوست هستند و دوست دارند که امشب این 1,000,000 افغانی را از آن خود. سلام. سلام به شما و همچنان حاضرین در تالار و بیننده های تلویزیون یک و خصوصا بر مادر عزیزم که در مزار است. سلام ما را مفضل مادر جان. یک سلام خدمت شما، خدمت حاضرین محترم در تالار و همچنان خدمت بیننده های تلویزیون محترم تلویزیون یک. زنده باد. تشکر از شما. خیلی خوشحال هستیم که امشب با ما هستید در برنامه شما و میلیون. و اینکه میلیونر میشید یا نمیشید اصلا ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، اما دعا میکنیم که شما در پایان میلیونر شوید. حالا به دست آوردن 1,000,000 اصلا کار آسانی نیست. شما باید 6 سوال را درست پاسخ بدید و در نهایت بعد از گذشتن از 6 مرحله پر از فراز و نشیب میلیونر شوید. اما اگر احتمالاً میلیونر نشدید، سعی کنید که نیم میلیونر شوید. یعنی از تمامی چانس هایتان برای به دست آوردن یک پول خوب استفاده کنید. درست است؟ درست. برنامه را آغاز کنیم. آماده هستید؟ بله. آه ببخشید یادم رفت. خواهش میکنم. پول خودتان است. میخواید تا دسکالتان پرتیده میدکن. دسکالت ما رو نبرده. بسیار خوب. بازی امشب را آغاز میکنیم. 3, 2, 1. دو گزینه نخست برای سوال نخستتان. گروه امنیت، فکر کنید و بعد انتخاب کنید. امنیت. 3, 2, 1. امنیت. انتخاب شد. بسیار خوب. این امنیت 4 جواب داره و یکی از این 4 جواب درست است و شما حق دارید 3 جواب را انتخاب کنید برای یافتن جواب درست. میبینیم 90%، 50%، 30% و 20%. من احساس میکنم که اصلا ناشنا بودید با این موضوعات امنیتی. سوال رو میبینیم. نظر به اظهارات مقامات امنیتی کشور، چند درصد از حملات تخریبی دشمن به خاطر برهم زدن آخرین انتخابات در کشور خونسا شد؟ چند درصد
از حملات تخریبی دشمن را خونسا کردند. 90%، 50%، 30%، 20%. این شما و این 4 جواب. 60 ثانیه. کدام انتخاب کنم؟ به نظر من 90% است. 90% و... بیا سر 95 رو میمونم. 90 و 30. این در حالی است که گفته شد که یکی از عمترین انتخابات ریاست جمهوری را داشتیم. عمترین زکیه با به 90 و قضیات نمون خواه؟ به 50 با؟ 3 گزینه برای انتخاب دارید. زکیه در 90 با اینی ها رو در 90 بخواه؟ 9 8 7 در 90 بخواه؟ 90 نه 5 4 3 2 1 و تمام. سه گزینه برای انتخاب داشتم دیگه. نخواد 20 باشم. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 بستر روی 90% قرار گرفته. 2, 4, 6, 7 بستر هم روی 30% و مبقی پول 1,000,000 تومان بر روی 50%. رای دادید؟ بله. میخواین ببینید؟ آه دختره خوب از رنگ ناخون سرش میزنم. نه رنگ ناخون نزدم. نظر به اظهارات مقامات امنیتی کشور چند درصد از حملات تخریبی دشمن به خاطر برهم زدن آخرین انتخابات در کشور خونسا شد؟ 90%، 50%، 30% و 20%. 450,000 بر روی 90%، 30%، 175,000 افغانی و مابقی پول هم روی 50% قرار گرفته. میبینیم که جواب درست کدام است. باید درصد از بخاطر نظر به چی که چند عملای انتحاری را گرفت هر روز می؟ باید دنوات زیاد می نظر به اون 90 درصد باید دنوات زیاد می بودیم. ببینیم برام 450,000 اون کمانده این فیست. بسیار خوب. 5 سوال باقی مانده، 1 سوال رفت. 450,000 افغانی باقی مانده. شما در 1 سوال بیشتر از 500,000 پول از دست دادید و این اصلا خوب نیست. دو گزینه دیگر برای سوال دوم. ساخت و ساز و ثروت. ثروت انتخاب شد. ثروت هم 4 گزینه داره و باز هم شما 3 گزینه از آن 4 گزینه را میتونید انتخاب کنید. ببینیم دومین، چهارمین، هشتمین و دهمین. ثروت منتنین نباشه کنم. میلیونر است که چندمین بوده. سوال ثروت معدن مس عینک افغانستان چندمین معدن مس جهان از نظر بزرگی است؟ دومین، چهارمین، هشتمین یا دهمین معدن؟ دهمین نداره. 60 ثانیه. دهمین نداره. خب دهمین هشتمین با دهمین میمونی. دهمین ده
شما سه گزینه برای انتخاب دارید. معدن مس عینک یکی از مشهورترین معدن‌های مس در جهان هست. این هم یک راهنمای بزرگ. یک دو تا دا چهارمی با؟ هم دو تا ببرم. چهار تا هم دا او با. یک گزینه دیگر برای انتخاب دارید؟ نه. دومین با. دومین. نو. هشت. هفت. شش. پنج. چهار. سه. دو. یک. تمام. تمام. 50,000 روی دومین، 125,000 روی چهارمین و مابقی پول روی دهمین. سوال این بود، معدن مس عینک افغانستان چندمین معدن مس جهان از نظر بزرگی است؟ دومین، چهارمین، هشتمین و دهمین. سوال برنامه سوال آسانی بود و جواب ها هم فاصله زیادی با یکدیگر داشت و یافتن جواب درست خیلی آسان بود. ببینیم. چهارمی نبود و از میان دومین، هشتمین و دهمین یکی از این سه گزینه جواب درست شماست. من نمیدونم، بعضی اوقات ما خیلی دست کم میگیریم افغانستان را. خوب نیست. در بعضی از چیزها ما خیلی خوب هستیم. وقفه کوتاه. ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. بازم خوش آمدید به برنامه شما و میلیون، دومین بخش از برنامه امشب با دو دختر خانومی که اصلا خوب پیش میرن. معدن مس عینک افغانستان چندمین معدن مس جهان از نظر بزرگی است. خب از نظر بزرگی دومین شما انتخاب کردید. چند؟ 50,000. چهارمین نبود. چند انتخاب کردید؟ ایجنت خوب 125,000 تومان رفت. هشتمین ایجنت خوب نکردید و دهمین 275,000. ببینیم. فشار پایین بالا نه. هیچ؟ نه. کل چیز به یادتان است؟ بله. نامتان چیست؟ زکیه وایسی. نام شما؟ آرزو هاشمی. و یادتان رفته که این پول رو بردارید بخیاله. آها. سم حضرت میخواهیم. خواهش میکنم. خب بسیار. چهار سوال باقی مانده. 50,000 افغانی. دو سوال رو پشت سر گذاشتید. و ما بسیار میبخشی سوال ها یک رقم مردانه بود نه؟ بله در کل سوال نه از اون نگاه کامل رد میکنم. فقط مسئله اینجاست که ما به خاطر این آمدیم که مثلا یک مقدار پولی رو با خود ما ببریم. در کل آمدیم چون اولین بار ما بود در پروگرام‌های تلویزیونی اشتراک کرده بودیم. این بهتر فکر میکنم آغاز یک کار جدید است که ما میتونیم کم کم تلاش بکنیم تا مقاصدی که داریم برسیم. فکر میکنم این مهم بود که بیایم
مثلا اجتماع خود ما رو بهتر ببینیم. خود میتونیم ارزیابی کنیم. کامل خود ما رو میخوایم ارزیابی کنیم. اصلا ملاک ارزیابی شما برای ما مد نظر نیست و اصلا این برنامه ملاکی برای تیزهوشی شما نباید باشه، به دلیلی که اگر این گونه باشه هیچ خوب نیست. 50,000 سوال دیگه. خب دو گزینه. راستی یک سوال، اگر این ارزای نکنید. اگر این گونه باشه، یعنی اگر خودتان را بخواید ارزیابی کنید از اینکه در برنامه ما شرکت کردید، چگونه بوده؟ از لحاظ ذهنی در کدام سطح هستید؟ دو سوال جواب دادید، 950,000 افغانی را از دست دادید. بله. خوب هستید؟ نه. اگر ما ببینیم، چون جوانای ما امروز تا زمانی که شخصا خودم فکر میکنم به مشکل برنخوریم مد نظر نمیگیریم. ما مطالعه کم است. البته مربوط به این میشه که محدودیت مثلا کاری و درس و اینای ما بیشتر است. با او خاطر ما اونقدر وقت مطالعه نداشتیم. ولی در کل بعد از این باید ما یک تایم مشخص جور بسه. آفرین. خب حالا اینم خیلی جدی نگیرید. خود دو گزینه است. یگان دفعه مزاق میکنه کرد. تفریح یا دیت؟ این سانسور است. تفریح یا ماچ؟ من ببینم که چقدر چیز دارید. محکم هستید. چقدر محکم هستید؟ گزینه دوم انتخاب میکنه. ماچ انتخاب شد. آفرین. نه خیر است. آفرین. با یک گفتنی که دارم در کل ای است که ما کوشش بکنیم در این قسمت همیشه یک نکته را منفی فکر نکنیم. آفرین. به این دلیل من این کار را کنم. چهار گزینه و چهار جواب. ببینیم. 27 ساعت. 31 ساعت. 43 ساعت. 54 ساعت. و آرام. سوال برنامه و دقت کنید برای یافتن جواب درست. سوال رو میبینید؟ دقیق گوش کنید. طولانی ترین بوسه عاشقانه ثبت شده در کتاب گینس چند ساعت است؟ طولانی ترین بوسه عاشقانه 27 ساعت، 31 ساعت، 43 ساعت یا 54 ساعت؟ شصانی آغاز شد. امیر ارسلان رومی رو خوانده بودم همراه چیه که بود. در کل هر باری که اونا می دیدن بیشتر از سه شبانه روز بیهوش بودن. سه شبانه روز چند ساعت میشه؟ سه شبانه روز خود زیاد میشن. دیگه امیر سی یک میگیم. سی یک. سه گزینه چانس دارید، اما به دلیلی که دو بسته پول هست دو گزینه. یا شاید هم اصلا یک گزینه، من نمیدونم. بسر منم بسیه. هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یک، و کامان. طولانی ترین بوسه ی عاشقانه ثبت شده در کتاب گینس چند ساعت است؟ 27 ساعت، 31 ساعت، 43 ساعت و 54 ساعت. شما انتخاب کردید 31 ساعت و 50,000 افغانی روی یک گزینه و نخواستید که از یک چانس دیگرتان استفاده کنید که دو چانس داشتید. 27 ساعت هم بود، 43 ساعت هم بود، 54 ساعت هم بود. می‌بینیم که کدام گزینه درست است. اولیش من دیدیم. اولیش من دیدیم. موضوعات خیلی خرد و کوچک که ثبت کتاب گینس نمیشه. 31 ساعت ماچ کردن چیست؟
حتما بالاتر از 31 ساعت بوده که ثبت کتاب گینس شده. من نمیدونم، شایدم کمتر بوده، شایدم بالاتر بوده. بریم وقفه پس بیاییم ببینیم که چند دقیقه وقفه هستیم. ادامه لحظات شیرین شما و میلیون با همکاری افغان تلگرام. بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه. باز هم خوش آمدید و سوالی که اگر قبل از وقت دیدید دیدید، اگر ندیدید باز هم تکرار میکنیم. طولانی ترین بوسه عاشقانه ثبت شده در کتاب گینس چند ساعت است؟ 27 ساعت نبود، 43 ساعت هم نبود. از میان 31 ساعت و 54 ساعت یکی از این دو گزینه است. راستی سوالی که شاید همه از خود داشته باشن، طولانی ترین بوسه عاشقانه شما چند دقیقه بوده؟ بگردید یک بار در ذهنتان مرور کنید. طولانی ترین بوسه عاشقانه شما چند دقیقه بوده؟ مطمئنا شاید به چند ساعت نرسنه، یک حوصله نداره کس چند ساعت چند دقیقه بوده. بگرد پیدا میکنیم. حالا جواب درست رو میبینیم که کدام جواب هست. یک زن و شوهر 31 ساعت و 30 ثانیه همدیگر را بوسیدن و این طولانی ترین بوسه عاشقانه جهان که ثبت کتاب گینس شده. سه سوال باقی مانده. سه سوال پشت سر گذاشتید. 50,000 افغانی با شما هست. ما کسانی را داشتیم که با 25,000 سوال دوم تا سوال ششم رفتند. دو گزینه دیگر: صدا و قرآن. قرآن قرآن میگیرم. قرآن. 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 قرآن انتخاب شد. بسیار خوب. سه گزینه برایتان رونمایی خواهد شد و شما از این سه گزینه دو گزینه را حق دارید انتخاب کنید. و دلیلی که این نخستین سوالی است که برایتان سه گزینه رونمایی شده. و دو پول هم دارید. دو بسته پول. سپس اجازه. می‌بینیم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام. سوال برنامه: نام کدام پیامبر بیشتر در قرآن کریم آمده است؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام. یک بار دیگر نام کدام پیامبر بیشتر در قرآن کریم آمده است؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام. یافتن این جواب خیلی آسان است. 60 ثانیه. حضرت موسی علیه السلام است. حضرت موسی؟ حضرت موسی. حضرت موسی. حضرت عیسی. نه، حضرت عیسی علیه السلام در قرآن شریف ذکر شده. ولی به نظر من که حضرت موسی علیه السلام است. دوم است. بسیار ممنون. سپاسگزارم. شما یک گزینه دیگر را انتخاب دارید. یک گزینه دیگر را می توانید که انتخاب کنید. حضرت عیسی. من نمی دانم. اگر مطمئن هستید درست است، خوب هست.
انمیز با انمیز که انتخاب کردیم انمیز هفت شش پنج چهار سه دو یک با سوال برنامه این بود نام کدام پیامبر بیشتر در قرآن کریم آمده است؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت موسی علیه السلام و یا حضرت عیسی علیه السلام. شما 50,000 افغانی را بر روی گزینه دوم قرار دادید، حضرت موسی علیه السلام. امیدوار هستم که جوابتان درست باشه. خدا بزرگ. بیایید ببینیم. بیایید ببینیم. بیایید ببینیم. خدا بزرگ بنی اسرائیل جایی است که خیلی زیاد از حضرت موسی علیه السلام یاد شده. 130 بار نام حضرت موسی علیه السلام در سوره بنی اسرائیل آمده. دو سوال باقی مانده، 4 سوال پشت سر گذاشته شده. 50,000 افغانی همچنان با شما است. آفرین، شاباش. و سوال پنجم که مطمئنا آسان نیست. می‌بینیم دو گزینه ویژگی و نیل. بیا نیل بگیریم. نیل. نه نیل در برای چیست؟ میفهم؟ دریای نیل شاید باشه. دریای نیل نیست. نیل به معنی آبی و خیلی معنی ها داره. خب؟ چی؟ ویژگی بگیریم. ویژگی بگیریم. ویژگی؟ ویژگی. اول. ویژگی ها. ویژگی. انتخاب. ویژگی، امیدوار هستیم که یک ویژگی خاص برای شما داشته باشه که از سوال 5 عبور کنید. ان شاء الله. سوال 5 معمولا سوالی است که این طرف است یا اون طرف. نه، او این طرف و طرف سوال 6 است. خب این سوال 70-30 شاید باشه برایتان. می‌بینیم. ان شاء الله. دقیق باشه که 20 بار. دقیق باشه. 12 بار و 8 بار. 8 بار. 12 بار، 8 بار. 20 بار، 12 بار و 8 بار. ویژگی های کی چی وقت ثابت شده؟ چند بار؟ نه. پیش خواهد سنسا. گزینه ویژگی. سوال برنامه؟ دارکوب ها قادرند در یک ثانیه چند بار به تنه درختان با نوکشان ضربه بزنند؟ 20 بار، 12 بار و یا 8 بار. یک بار دیگر سوال نمیخوانیم. سوال نمیخوانیم. سوال سوال سوال. دارکوب ها قادرند در یک ثانیه چند بار به تنه درختان با نوکشان ضربه بزنند؟ 20 بار، 12 بار و یا 8 بار؟ من دارم 12 بار. 12 بار. آغاز 60 ثانیه. اوکی. 12 بار. من دارم 12 بار. دو گزینه را حق انتخاب دارید. من دارم 12 بار است. یا 8 بار بزنید. 12 بار. یا 8 بار. شما باید خودتان جواب ها را پیدا کنید. 12 یا 8؟ 12. 12 ایمانی؟ نه، شما دو گزینه برای انتخاب دارید. یک شبانه سرش، یک شبانه سر دوازه. ها؟ زکه. یک شبانه سرش، بان سرش، بان هشت، سیز، هشت، سیز. هر دوش؟ هر دوش بان سرش، هر دوش سرش. 20 ثانیه. زمان کافی برای انتخاب دو گزینه را دارید.
که دارکوپا رو خیلی دست کم گرفتید. چقدر؟ اینمی سه ایست. نظر کنی. سه، دو، یک. آمد گفتش بارم رضا گفت رضا برف بری یک ثانی دوازدست تو چوب باش ببینم چی میشه میخوری فوکتا یا نه؟ خیلی خوش کشتر دارکوپ ها در یک ثانیه چند بار به تنه یه درخت نوک میزنند؟ وقفه کوتاه. بعضی اوقات در آخرین لحظه اتفاق میفته که خدا آخر آقابت رو خیلی کنه دارکوب ها قادرن در یک ثانیه چند بار به تنه درختان با نوکشان ضربه بزنن 20 بار 12 بار 8 بار یک سوال دارکوب دیدید از نزدیک؟ از نزدیک ندیدیم مستند دیدید بعد دقیقا گوش نکردید که در اون مستند گفته که دارکوب چند بار در یک ثانیه زد به دلیلی که دارکوب ها مشهورن به اینکه خیلی نوک قوی دارن یک و موضوع دوم که خیلی سرعت خوب دارند دو بعد شما نشنیدید واقعا مستند را دیدید فقط دارکوب را دیدید نه. صدا نداشت در کل قسمی است که تقریبا ما میخوایم صادقانه اعتراف کنم که 3 سال شده درست او قسمت چیزا را ندیدیم مستند را میبینیم ولی او تو فرصت نیست که مستقیم چون ما وقت نداشتیم اکثریت موضوع کاری و درس و اینا بوده با اونا مصروف بودیم ولی نتونستیم چی کنم اما این جفا به خدا قبول دارم و بعد از این کوشش میکنم که هم مستند ببینید هم کتاب بخونید و هم بعضی موضوعات دیگر اینو بگیرید احتمالاً اول جوانی من حدس میزنم که فشارم ندارید اما اگر داشته باشید بد میشه نه فشار نداریم ندارید؟ فشار مصد پایین اگه فشار داشته باشید با دیدن این جواب ها فشار پایین بالا خوب از بگو فشار نه بالا مره نه پایین آقا نشکلی فشار تو نه بالا مره نه پایین؟ مشکل دارید تجدادتر بارید فشار معمولا ماهی یک بار یک تکان یکی 2% میخوره اون نرمال است منظورم در سوال ها بود آها بسیار خوب میبینیم واقعا که جواب درست کدام هست هرچه باد آباد هرچه که چانس خودتان انتخاب کردید یک خطر بزرگ گذشت ابتدا 12 بار را انتخاب کرده بودید 12 بار نبود حالا ما از میان 20 و 8 صادقانه اگر به شما یک زمان 10 ثانیه دیگر بتن باز هم 8 بار را انتخاب میکنید روی 20 بار هیچ نظری ندارید نه خیر ما را چی ندارم دیگه نظر خب میبینیم که این دارکوب واقعا 8 بار در یک ثانیه ضربه میزنه یا 20 بار یک لحظه فکر میکنید در یک ثانیه 8 بار ضربه زدن به یک تنه درخت کار عجیبی است؟ عجیب است
عجیب است. 8 بار نه نظر به او که سرعتی که میگن خاطر که سرعت داره. نه نظر به سرعتی که میگن مثلا نمیتونه میتونه بس روی سرعت است. آیا در یک ثانیه یک دارکوب اگر 8 بار به تنه درخت ضربه بزنه این عجیب است؟ نیست. 8 پشکم میتونه 8 دفعه کله خود در یک ثانیه در درخت بزنه. نمیتونه به خاطر خود سرعت. نمیتونه پشک؟ نه تو گفتم نه در کلم تو گفتم. جدی تاکید ندارم. مثلا اما اگر ما به جای تو می بودم 20 باور کنید من هم اطلاع دقیق ندارم که کدام است، اما اگر ما به جای تو می بودم 20 بار به دلیلی که 20 یک چیز عجیب 20 بار یک دارکوب به تنه درخت بعدو کس کی سوال تر کرد او من گفتم 20. خب خیر است میبینیم کدام است. میبینیم دارکوب 20 بار در یک ثانیه به تنه درخت ضربه میزند و این جزء ویژگی های پرندهی به نام دارکوب است. 8 بار چیز زیاد عجیبی نیست، اما 20 بار یک دارکوب 20 بار با نوک خود به تنه درخت ضربه میزنه، پوست درخت هم میشکافه و به دنبال حشرات داخل چیز میکرده، دنبال غذای خود میگرده. اتفاق هست میفته دیگه. این سری های کوکتان چی شد؟ ما در جیب ما در جیب تان هست مطمئن از جیب بسیار خوب. من روی از یه حساس هستم. اوه از من از یک مهم در جیب مونده. بسیار خوب. تشکر از اینکه به برنامه ما تشریف آوردید. خیلی برنامه خوبی بود در عین حالی که ما فکر میکردیم در همان نهایتا سوال سوم از ما خداحافظی کنید، اما این خیلی خوب بود که به سوال پنجم رسیدید. یک سوال باقی مانده و سوال نهایی برنامه ما. روی این موضوع هم اگر کمی بیشتر دقت میکردید میدانستید که جواب رو درست پیدا کنید. جایی ندید یک جایی میریم. بسیار خب، شما دوستان عزیز هم که معمولا دوست دارید در این برنامه شرکت کنید، پس خوب هست که راه های ارتباطی ما و شما یک بار دیگر مرور شود. مستحکم ترین پل ارتباطی میان من مختار لشکری و شما عزیزان شماره های تماس ماست و فیسبوک ما سری بزنید و در فیسبوک انتقادات، پیشنهادات و نظراتتان را با ما شریک بسازید. وبسایت ما جایی است که برای دیدن شما رونمایی شده و از سوی دیگر در یوتیوب ما و سایر همکاران منتظر شما هستیم. به سه زبان فارسی، پشتو، انگلیسی بنویسید شما و میلیون تمامی این برنامه ها را مشاهده میکنید. یوتیوب هم نقطه مناسبی است برای اینکه دیدگاه خودتان را با دیگر بیننده ها که در یوتیوب هستند شریک بسازید. تشکر از حامیان مالی برنامه شما و میلیون، مخصوصا شرکت حبیب گلزار نوشابه کوکاکولا و عزیزی بانک، بانکی برای همه. کسانی که دوست دارند در اینجا باشند بیایند و از تالار قرعه کشی میکنیم و به برنامه راه پیدا میکنند. خدا نگهدار تا تا شما و میلیون دیگر با همکاری افغان تلگرام بیاین یک چیز نو صحبت کنیم. و عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.